بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. عرض سلام و ادب و احترام من و همکارانم از شبکه امام حسین علیه السلام، بلخص دوستان پشت صحنه رو از زمین مقدس کربلا و کنار حرم مطهر امام حسین علیه السلام و برادر با وفای ایشون حضرت ابوالفضل عباس پذیرا باشید. الحمدلله شب جمعه دیگر در خدمت شما سروران هستیم، شب جمعه که در اون زیارت امام حسین علیه السلام وارده، جای شما خالی، فضا بسیار روحانی و گرداگرد حرم امام حسین سرشار از زائران و عاشقانی است که هر کدوم با هزاران آرزو به اینجا اومدن تا زیارت کنن آقا و سرور خودشون رو، کسی که از او درس زندگی میگیرن، درس آزادگی و آزادمنشی و مردانگی میگیرن، کسی که با زیارت برادر ایشون درس وفا میگیرن، درس بزرگواری و بزرگمردی میگیرن. بله، کربلا هستیم و در خدمت شما سروران گرامی. اضافه بر این، امشب هم که شب جمعه است، یادی بکنیم از اون بندگان خدایی که دیگه دستشون از این دنیا خالی هست، کسانی که الان چشمشون به ما هست، تا چه از بابت نسبی اگر ارتباطی داریم، فامیلاشون هستیم یا دوستان اونها هستیم، برای اونها دعایی بکنیم یا فاتحه‌ای بفرستیم. دوست دارم در ابتدای برنامه یک یادی هم از این عزیزان از دست رفته بکنیم و خدمتتون عرض بکنم که فاتحه‌ای برای اونها بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. برسه به روح تمام اون شیعیانی که دستشون از این دنیا کوتاه هستش و انشالله که خدا از سر تقصیرات همه بگذره و عاقبت ما رو هم بخیر بکنه. سخن به درازا نمیگم. برنامه ما برنامه سرزمین عشق هستش با موضوع یمانی و همونطور که مستحضر هستید در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر حسین فریدون، از طرف شما بینندگان عزیز و خودم خدمت ایشون عرض سلام و ادب دارم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. با سلام محضر مقدس حضرت ولی عصر که مولا و سرور و ارباب همه ماست، امام زنده ما که در همین اجتماعات زندگی میکنه و هیچ بعید نمیدانم که این شب جمعه رو به عنوان زیارت جد قریب و مظلومش امام حسین به کربلا تشریف فرما شده باشن، بعید نمیدانم که با اینکه در موسم حج ایشون در مراسم حج حتما هستن، که حج بدون ایشون اصلا حج نیست، چون امیرالحاجند. ما اعتقادمون در مورد حضرت ولیعصر همین مطلبه. این بزرگوار دارای عمر طولانی بوده، به عنوان غیبتش هم به آسمان عروج نکرده. این حرف خود شیخی هاست که امام زمان رو تو آسمان جستجو میکنند، دور همین زمینه و در عرض کنم که کار مردمان کاملا وارده. اعمال ما دوشنبه و پنجشنبه ها خدمت این بزرگوار توسط فرشتگان برده می شود. حضرت به دیدن اعمال نیک ما خرسند و خوشحال می شوند، به دیدن اعمال زشت ما متأثر و ناراحت می شوند. بنابراین وصیت شده، توصیه شده است که هرگز از یاد امام زمانتون غافل نباشید، بلکه این قضیه رو در ذکر و در ذکرتون داشته باشید. هر روز برایشون شما صدقه بدید
اعمال مستحبیتون رو به نیابت بزرگوار انجام بدید و عرض کنم حضور شما که سعی کنید مهر و محبت بزرگوار رو در دل مردمان مرتب زیادتر بکنید که البته این مهر رو زیاد کردن منفعتش مستقیم به خود مردم برمیگرده. این بزرگوار برای ما داره دعا میکنه، این بزرگوار فریادرس ما هست و همطور که عرض کرده بودم غیبتش یک معنای غیر از این نداره که یرونه ولا یعرفونه، مردم امام را میبینند و اما نمیشناسنش و همین علت وقتی که ظهور میکنه عده‌ای میگن که ما ایشون رو قبلا هم میدیدیم ایشون دیگه، فقط نمیشناسیم، یعنی نمیشناختیم، حالا را میبینند و نمیشناسن. تازه این هم قاعده کلی نیست، حضرت وقتی خودشون بخواهند به کسی خودشون هم بخواهند معرفی کنند معرفی میکنند، این نیست که حتما همه ببینند و نشناسند. بله. حتی به بعضی اجازه میدن که این مثلا ملاقات رو برن ذکر کنن برای قوت قلب دیگران. از مجموعه این براهین و استدلالات روشن میشود که این بزرگوار زنده است و در این میان دیگر روایات الا ماشاءالله صحبت کرده. ما در آسمان نداریم به شکل پرواز به آسمان، پرکشیدن به آسمان، حرف از کجا آمده من نمیدونم، احتمال میدم که این قضیه از مسیحیت نشأت گرفته باشد. همین بحثی که الان مشغولش هستیم خیلی از امور رو از مسیحیت گرفته به نظر من، که حالا در ضمن بحثمون عرض خواهیم کرد و توجه بهش پیدا خواهید کرد. دکتر اگر اجازه بفرمایید قبل از اینکه وارد اصل بحث بشیم یک سلام مفصل و جانانه هم ببخشید بدیم خدمت امام حسین علیه السلام، زنده باشید. چون امشب شب جمعه است دیگه، بله دیگه، امشب شب زیارتی امام حسینه. امشب خیلی خیلی بیشتر توصیه شده است. بله. من اتفاقا مقدمه هم مقدمه مفصلی شد و فکر میکنم انشاءالله آماده هستیم که یک زیارتی رو داشته باشیم با اجازه. یا الله، بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیک یا ابا عبد الله، السلام علیک یا ابا الشهدا، السلام علیک یا سید شباب اهل الجنه، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک یا ابن فاطمه الزهراء، السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منی جميعا سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام عليك يا أبا الفضل العباس، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا من وفى ببيعته، السلام عليك يا ساقي عطاشا كربلاء، السلام عليك أيها الوفي، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. خب بینندگان عزیز و ارجمند، هر چقدر که نگاه میکنیم به این گنبد و بارگاه نورانی سیر نمیشیم، حقیقتا دلمون بیشتر جلا پیدا میکنه. الحمدلله خدا رو صد هزار مرتبه شاکریم که با ولایت این اهل بیت، این انوار مطهر و پاک و نورانی داریم در این جهان زندگی میکنیم و روزی میخوریم. انشاءالله که خدا این محبت رو از ما نگیره، این ولایت رو از ما نگیره و ما رو با این عهدی که به اون گردن نهادیم تا آخر عمرمون حفظ بکنه و این عهد رو در دست ما کمک بکنه که بمونه و بعد از اون انشالله این عهد و پیمان رو، امانت رو تحویل خود صاحبانش بدیم انشالله. همچنین برای شما هم دعا میکنیم، نائب الزیاره شما هستیم و انشالله دعا میکنیم که هرچه زودتر کسانی که تشریف نیاوردند هنوز به زیارت آقا ابا عبدالله الحسین قسمتشون بشه خودشون، خانواده محترمشون تشریف بیارن اینجا و این فضای روحانی رو از نزدیک زیارت بکنن. کسانی هم که قبلا قسمت شده و تشریف آوردن برای بار دوم، سوم و چهارم مجددا تشریف بیارن. الحمدلله دیگه جاده کربلا بازه، دیگه جاده کربلا بسته نیست، مثل اون زمانایی که اون طاغوت لعنتی صدام علیه اللعنه راه رو بسته بود و به راحتی اجازه نمیداد که شیعیان
به زیارت این امام همام نائل بشن. الان دیگه بهونه ای نیست برای کسی که بگه نتونستم برم زیارت. خب آقای دکتر، ما بحثمون بحث یمانی بود. دیشب مطلب بسیار بسیار حساس و در حقیقت خطیری را مطرح کردید شما. بحث کتاب قرآن، در حقیقت اعجاز پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، و اینکه این کتاب بدون هیچ تغییر و شبهه‌ای به دست ما رسیده، ولی که متاسفانه الان می‌بینیم که شخصی به نام آقای احمد الحسن اومده و آیات اون رو شروع کرده به انواع و انواع مختلف به گونه‌ای که خودش دوست داشته به تفسیر اونها اقدام کرده. یعنی بالاخره مطالبی که به ما رسیده از تفسیر آیات، از مواردی که راجع به آیات هستش، از احادیث و روایات معتبر اهل بیت هست، ولی که متأسفانه در مطالبی که ایشون اعلام کرده و بیان کرده ضد و نقیض‌های بسیاری رو ما شاهد بودیم. من میخوام ببینم بحث صحبت‌های ایشون در مورد آیات قرآن همون به جلسه قبل خاتمه پیدا می‌کنه یا نه باز هم مواردی هستش که اشاره بفرمایید. عرض می‌کنم که قبل از پرداختن به این بحث خیلی حساس به قول جناب عالی و مهم و خطیر، ما جمله‌ای رو که مکرر اینجا گفتیمش بازم تکرار می‌کنیم. این حرفا و گفتن این حرفا یک سره به قاضی رفتن نیست. اعلام کردیم افرادی که نظر دارن، افرادی که خودشون معتقدن یا سمپاتن یا هر چیز دیگر، خودشون که قابل دسترسی نیست به هر صورت، بالاخره باید کسانی که دارن سنگ ایشون رو به سینه میزنن این کار رو بکنن دیگر، تشریف بیارن در میدان مباحثه. برام وارد به اصطلاح این داستانهای خصوصی و به اصطلاح فضاهای مجازی نکنن که اونجا راههای در رفتن خیلی ساده است دیگه. صحبتی شده مگر در مورد حال یعنی به کم و زیاد عنوانش کردن دیگه، بریم سراغ پالتاک، بریم سراغ نمیدونم بچه دیگری، بریم خلاصه اونا بلافاصله خب طرف رو چیز میکنند و مطلب رو تمومش میکنند. آره، محضری که حالا همه کس داره میشنوه دیگه، اونایی که دارن به این بحث گوش میدن قشن دقت میکنند و علاقمندن که بشنوند، بیان حرفشون رو بزنن دیگه. اجمالا این حرفای ماست، خیلی صریح خیلی روشن داریم میگیم، بی ادبانه هم نمیگیم، میخوایم خدای نخواسته به کسی اهانت کرده باشیم. ما این داستان رو یک بلا میدونیم، اعتقاد شخصی من و وظیفه خودم این میدونم که مردم رو از این بلا مطلع بکنم و مردم رو جلوگیری کنم از اینکه خلاصه مبتلا به این گرفتاری بشن دیگه. راهش هم یه مطلب بیشتر نیست. اگر دیگرانی کتاب نوشتن و در این کتاب ها از مسیر به اصطلاح ادب خارج شدن، ربطی و دخلی به ما نداره. ما سعی کردیم هر چی که میخونیم با نهایت ادب بخونیم. اگر هم گاهی اوقات ما مثلا خندیدیم، مطلب خنده دار بوده. بله. بنابراین بیان اینجا آزاد خیلی راحت، یا اینجا این کارو بکنن یا نه، تلفن‌ها اینجا آماده است، به ما بگن ما خدمتشون برسیم، ما این کارو میکنیم. دقیقاً این کارو میکنیم، منتها البته باید تمام مذاکرات ضبط بشه، همه مذاکرات باید ضبط بشه. هر کس خاص قضاوتی داشته باشه بر اونها رو گوش بده و خودش نتونست مستقیم گوش بده و ببینه، لذا این نوع چیزها رو بهانه جویی ها رو خلاصه خیلی ما براش قیمت قائل نیستیم. مردی که رفته حالا دنبال یه اعتقادی غیر اعتقاد عامه شیعیان، خب اینقدر جرأت بکنه باید بگه من به این دلیل رفتم دیگه، چرا یواشکی در گوشی مخفی و این چیزا برای چی؟ قشنگ بیاد سر راست بنشینه بگه من حاضرم بشینم مبارزه کنم، مناظره کنم، تا اونجا که من خبر دارم در میان شما هم آدمی که بالاخره درس خونده باشه کم نیست. حرفای ما هم حرفای ماها نیست اصلا، این تمام حرفای کتابای خودتونه. بله مشکل داره، اینها داره، مشکل نداره بیاد از ما رفع مشکل بکنیم. رای کار اینجوری هست، ما دو تا چارتایی رو داریم میگیم براتون. خب یا گردن بگذارید و قبول کنید که این آدم اون کسی که میگه نیست، یا براش دیگران گفتن یا دیگران براش این جامه رو دوختن، این در قامت این نمی گنجه. خلاصه
با این حرفایی که داره میزنه. اتفاقا آقای دکتر فضای خیلی مناسبی هم الان فراهم هستش که اگر واقعا ادعا میکنن که دعوت آنها و دعوی برحقی دارن بیان و استفاده بکنن از این رسانه، از این در حقیقت ماهواره و تلویزیونی که داره در تمام دنیا سرتاسر دنیا پخش میشه استفاده بکنن و دعوت خودشون رو به جهانیان برسونن. یعنی برعکس باید لذت ببرن از اینکه یک همچین شرایطی به وجود اومده. خیلی مؤدبانه محترمانه یک شخص نشسته اینجا میگه من حاضرم با شما مناظره بکنم، مناظره خیلی منطقی، مناظره خیلی مؤدبانه، تا انشالله به یک نتیجه مرضی خدا دست پیدا بکنیم. اون چیزی که از طرف شما اومده در کتاب‌های خودتون هست ما بیان می‌کنیم و ردیات، اشکالات و مواردی که در نظر داریم رو به شما مطرح می‌کنیم. اگر پاسخ درست و حسابی به این موارد دارید بسم الله بفرمایید و صحبت بکنید. اگر ندارید به قول جناب دکتر جای مخفی نمیدونم توی تلگرامی جای پالتاک به قول شما اینا بلند شید بیایید و بخواید اونجا صحبت بکنید، اون به درد کسی نمیخوره. اینجا در یک مکان عمومی میلیونی و میلیونی دقیقا شما رو دعوت میکنیم تشریف بیارید اینجا، حالا چه از طریق تلفن یا هر چیزی ما انشاءالله در خدمتتون هستیم و برای مناظره میتونیم استفاده بکنیم. اجازه من یک مثال براتون بزنم، بعد دیسال یه خود رنگ و روی بحثمون هم عوض کرده باشه. احمد کسروی یه آدمی بود آخره دعاوی داشت اجمالاً که من همه دعاویشو میدونم، همشو میدونم. اون از ابتدا شروع کرد از قسمت‌های کوچک و پایین تا رسید آخرش به اینکه پاکدینی بعدش خود پیغمبر شد دیگه خلاصا. و در همون زمان هم دانشمندانی بودن که اینا مطالب رو دقیقاً بررسی کرده بودن. هر چه دعوتش میکردن برای مناظره نمیامد. مناظره چی چیه؟ تنها حرفی که میزد این بود بنویسید من جواب میدم. این بنویسید جواب میدم یک برنامه است که حالا خلاصه یکی از گویندگان ما هم در خود ایران این مطلب رو یاد گرفته. هر کی بهش میگه مناظره بکنیم یا من مناظره نمی کنم، تو برو بگو منم میرم میگم، تو علیه من بگو. این فش میگم فرار کردن بره. خیلی ساده است. اما اون زمان هم مرحوم آقای سراج انصاری رحمت الله علیه شروع کرد برای علیه اون نوشتن، علیه آقای کسروی. اون که ادعا میکرد شما بگید من چیز میکنم، من مینویسم، بنویسید تو بنویسم، کارش رسید به جایی که از دست مرحوم آقای سراج به دادگستری شکایت کرد. یعنی پاسخهای او آنچنان کوبنده بود که تو باشه من دارم البته بره. که خلاصه از میدون فرار کرد. این حتی نوشتن رو هم چیز نکرد، نتونست گردن نگذاشتش جواب مناسب بده. حالا می همچی مطبی برای من تدایی داره میشه. یعنی چی حالا؟ تو میخوای شما میخوای حرف بزنی، خب بیایی کسی که همه کتاباتو خونده من رو شما تبلیغ بکن بزن. از صد دبر بقا تبلیغ کنی بهتره. از این بهتر شما چی میخوایی که آماده؟ من آماده تبلیغ. بیایید بگید مطلب اول این است که این آقای احمد الحسن کیه؟ این کیه؟ ما هر جلسه بحثی که داشتیم، حضوری داشتیم با افرادی که دنبال این ماجرا بودن به این سوال جواب ندادند. نه اینکه ندادند، جوابی نیست که بدن. آخه بگن ایشون چی کاره بالاخره بوده؟ تو 60 تا ادعا بالاخره کدومش درسته؟ درست. با این بحثی بوده که همواره از اینا خواستیم یکی اینه، یکم حالا با این همه سر و صدا و بیا و برو و نمیدونم فلان حرفا، این ادعاهایی که ایشون علم فراوان داره، مناظرات فراوان کو کجا ذات اینا؟ یک مثلا ما آماده ایم برای مناظرات. حالا مناظراتش چی؟ طلب ما بونه برای 100 سال دیگه ما بگیم که کدوم مناظرات بوده. ولی این علم فراوان بالاخره باید متجلی بشه، باید در بیاناتشون در نوشتارهایشون دیگه. خب ما دیشب داریم میخونیم به بیانات رو دیگه، خودتون قضاوت کنید. درست. که چقدر این به اصطلاح گزافه‌گویی در این جمعیت حتی فراوونه. خب برای چی حرفا رو میزنی؟ شما فکر نکردین یه آدم هم پیدا میشن سرشون به تنشون میارزه. اینا میرن این حرفا رو میگیرن میخونن. بله. وقتی خوندن در میارن بیرون به روختون میکشن و جوابی نیست. نیا کنی شما. کتاب متشابهات جلد سوم صفحه 21 ضمناً جواب سوالتون هم باید بدم که این هنوز تمام نشده بحث دیشبمون. بله سعی میکنم تمام کنیم، میشه بحث تازه هم شروع کنیم. ان شاء الله
اومده عنوان فرموده لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. خب پس گناه همون شایبه ظلمت و عدم است و همان مخالفت و تجاوز اول است. اولا که این جمله هیچ معنایی نداره، اول آیه را معنا بکن تا آنکه خدا بیامرزد آنچه گناهانی که تو پیش پیش کردی و آنچه که بعدن میکنی. مخاطب پیغمبر اکرمه. بله. خب این ترجمه چطور داره به من میخواد مطلب و حالی کنی که مخاطب پیغمبر اکرمه؟ پس گناه همان شعبه ظلمت و عدم است و همان مخالفت و تجاوز اول است. باید 10 نفر پیدا بشن اینو برامون توضیح بدن. آخه از این شما چی فهمیدین؟ البته من میدونم شما در حالی که ادعا میکنید که ایشون معصوم است و منصوص الاسم هست، وقتی به این آیه برخورد میکنید که ظاهر آیه خطاب پیغمبر اکرمه و گناه پیغمبر رو داره عنوانش میکنه، حتما اسمی از پیغمبر نمیارید، چون بخواید بیارید با خیلی افراد برخورد خواهید کرد آخه، که تو آیه رو اصلا نفهمیدی. این آیه مربوط به فتح مکه است. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. خب این ذنب چیه اسمش؟ شما خیلی میگید ذنب یعنی گناه، ذنب یعنی دنباله عمل. به دم میگن ذنب، بله، چون دنباله حیوانه. ذنب یعنی دنباله عمل، هیچ معنای ذنب گناه نیست. حالا گاهی اوقات کاری که آدم انجام میده کار خوبی نیست، دنباله زشتی خواهد داشت. گاهی اوقات نه، این کار خوبی هستش، یه دنباله و تبعاتی هم برای خودش خواهد داشت. لزوماً بحث ذنب گناه نیست. بحث گناه نیست. چرا حالا اسم شما بگی در عربی فقط اون معناش گناهه، ولی ذنب این نیست. توجه فرمودی داستان چی؟ اولا خدای متعال پیغمبرش معرفی میکنه. قبول کنیم که در قرآن کریم تناقض نیست. یا ایها النبی، این چجور معرفی میکنه؟ انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. این عباراتی که خدای سبحان فرمود برای پیغمبر، شما دقت بفرمایید. ای پیغمبر گرامی، ای خبردار از غیب، ای رسول ما تو رو فرستادیم. خب تو چه مشخصاتی داری؟ شاهد گواه بر مردمی، بشارت دهنده مردم به بهشت خدا است. بله. ترساننده مردم از جهنم است. بله. دعوت کننده مردم به سوی خدا هستی. و بعد این آخرش یک صفت میگه و سراجن منیرا. اونا که حرفا رو میزنن من تعجب میکنم به این آیه برخورد نکردن، رجوع از گناه پیغمبر حرف میزنن. سراج منیر، کلمه سراج یعنی چراغ اصلا خودش، خب چراغ روشن هست به علت روشنه بهش میگن چراغ دیگه. بله. یه صفت هم برش به عنوان منیر آورده، یعنی چی؟ یعنی من خوشخص که نور افشانی و در حقیقت یعنی حتی یک دونه لکه سیاه در این پیغمبر نیست. اینجا چه ذنب به پیغمبر داره آقه؟ درست. حتی اقل آیهی که ما به عنوان آیه تطهیر میشناسیم، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. حالا هرچی هم گفته باشن، حداقل 5 نفر تو این آیه بودن مشمول دلالت این آیه بودن. بله. اولی شخص پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه که اصلا خدا فرمود نمیگذارم اصلا به تو سوء و بدی و گناه اصلا نزدیک بشه. حتی احسنت. بس این چی میشه آقا؟ چطور اصلا معنا هم کرده؟ من تعجب میکنم بابا. ای طرف دارانی که شما انقدر دارین سنگ به سینه میزنید، همینه بگید این چی؟ پس گناه همون شعبه ظلمت و عدم است. و آقای دکتر عذر میخوام، حالا بیان اینجا بالفرض هم که مثلا بیان که خب العیاذ بالله پیامبر اکرم هم مثلا معصوم نبوده و گناهان قبلی و گناهان بعدی داشته، خود ایشون که داره ادعای عصمت میکنه، یعنی از پیامبر اکرم طور میشه دیگه، بالاتر میشه دیگه، نه خبیره بالاتر که ایشون عصمت که من معصومم و منصوص الاسمم هستن، یعنی عصمت من خدای متعال بیان کرده. با نه حرفا نیست، از پیغمبر بالاتر میشه، پیغمبر میره بالاتر دیگه. ولی معنا اصلا معناشو بده میگن چی؟
من واقعا همینطور میمونم وقتی به این حرفا برخورد میکنم. پس گناه همون شاغبه ظلمت و عدم. برای چی ظلمت و عدم؟ آقا چی معنی فاعل این جمله، مبتدای این جمله به قول عربا کیه؟ و همان مخالفت و تجاوز اول است. مخالفتی کی با کی؟ تجاوز کی نسبت به کی؟ بفرمایید این داورش معنا کرده. اونا که میگن ایشون دانش، آخه این دانش فراوان شده نچش این دیگه. آقای طور احتمال داره ترجمه مشکل داشته باشه مثلا کتاب عربی ایشون. یک عده ای افرادی جمع شدن به عنوان لجنه ترجمه هستن از خود همینا. به داشته باشه با خودشون بریم بگیم. این که در اختیار مردم قرار دادن بودن با همین حرفا مردم تبلیغ میکنن. ترجمه‌ش رو هم خودشون انجام. خودشون بله بله مال ماها نیست، نه دست مال ما. این عین عبارت خود کتابه. درست. یعنی متشابهات جلد 3 به زبان فارسی هستن. چاپ شده. کلا ترجمه. یک و دوش و چهارش هم همینطوره البته. این که هیچ معنا نداره که. یعنی روش نشده وارد این مطلب بشه به این سادگی. خدا داره ظاهرا پیغمبرش رو خطاب میکنه. که تو گناهان پیشین داشتی، گناهان پسین هم خواهی داشت. خدای محترم چیکار میکنه؟ خب حالا مطلب خیلی راحته. کلمه زن رو دنبالی عمل بگیریم بسیار بسیار ساده آیه قرآن حل میشه. پیغمبر اکرم اومد ادعای پیغمبری کرد، درسته؟ در مکه. این کار خوبی بود یا بد؟ به امر خدا انجام پذیرفت. خوب بود یا بد؟ به امر خداست، 100% خوب. خیلی خوب. نتیجه دعوت پیغمبر این شد که عده‌ای از خانواده از هم جدا شدن. بله. این بد بود. این دنبالی عمل. پدر از پسر جدا شد، زن از همسر. این دنبالی عمل بود، درسته؟ بله. خب. خدای متعال میخواد بگه ما یک فتح نمایان برات کردیم. فتح نمایان کجاست؟ فتح مکه است، درسته؟ بله. فتح نمایان مکه کرده، چه اتفاقی میفته؟ لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک. اون بعد دنباله عمل دعوت کردنه که باعث جدایا شد. وفات مکه درست شد، دوباره خانواده به هم نرسید. بعد از این هم هر کس ایمان بیاره هم مطلب خواهد بود دیگه. این معناش میشه این. وگرنه اصلا این بی‌معنا و توهین به قرآن کریم که خدای متعال بگه پیغمبر تو گناه کردی، ما به نازش هست میدیم، باری کرد خوب باری کردی، برات فتح مبین کردیم. در برابر گناه تو ما چیکار کردیم؟ به فتح مبین کردیم. این چه معنا میده؟ ارتباط با همدیگه نداره. بله هیچی. و با هم داریم این مطلب رو اینجوری میاریم. درست شد؟ شیرین کاری دیگر نگاه کنید. کتاب متشابهات جلد 2 ترجمه فارسی صفحه 47. ترجمه شما رو مال من نیست. بعد حقیقت عالم زرین است. منتها نمیدونم چطور بگم که آدم خندش نگیره. حقیقت عالم زر این است که عالم نفس هاست. به. خب. و در آسمان این دنیا قرار دارد. این کشفیاتشون از کجا کرده من نمیدونم. نطفه های بنی آدم از آن به زمین نازل می شود. اگر این نطفه رشد کرد بعد از اینکه طریق خود را به جایگاهش طی کرد و صورت جسمانی برای تلفیق نفس مهیا شد، نفس در آن صورت جسمانی تلفیق شده و به آن نطفه‌ای که از آن نازل شده متعلق می شود. دار حضرت عباس ایشون چی گفت؟ عالم نفس هست عالم زر. چی گفته؟ عالم زر بنابر روایات فراوان نگدونه متواترن عالمی بوده قبل از خلقت این عالم اصلا. نه روحی خلق شده بوده، نه کهکشانی، نه عرشی، نه کرسی، هیچ. حالا عالم نفس هست. کلام این نفس رو به چه معنا بگیریم؟ نظر جناب عالی بگیریم روح رو بگیریم مثلا جان روش دیگه. و در آسمان این دنیا قرار دارن. آخه این دنیای اصلا نبوده که عالم زر تو آسمانش باشه. خب نطفه های بنی آدم از آن به زمین نازل می شود. خدا نطفه ها چیه؟ اسپرماتوزویده و اوفوله. چطور میشه؟ اونجا تک تک از اون باره میریزه پایین. دور با حضرت عباس ببینید اینا دیگه شیرین کاری های بسیار علمی. آقه نه بحث علمش درسته، نه بحث اطلاعات قرآنیش درسته، هیچ اینها. اگر این نطفه روش کرد خودش تنهایی روش بکنه، اسپرماتوزوید اگه نطفه بگیم او هست،
اگر بماند 48 ساعت زنده نیست بیرون. اوول اگر خودش تنها بخواد بماند 48 ساعت زنده نیست بعدش. اینا میمیرن. زندگی اوول در صورتی تامین میشه که با اسپرم پیوند بزنه. بشه گامت از نظر علمی. توجه فرمودید. آخه این حرفا چی چیه؟ تو چقدر زیبا شما در جلسه قبل بود اگر خاطرم باشه به درستی، بحث اعجاز علمی قرآن در یکی از آیاتی که خداوند می‌فرماید خداوند شما را در ظلمات ثلاث، در سه تاریکی در حقیقت، حالا من متن صحیح آیه در حقیقت دقیقش خاطرم نیستش، اونم خاطر نقص از بنده هستش، باید ببخشن بینندگان عزیز، ولیکن مفهوم آیه به این صورت هست که شما در ظلمات سگانه از خلقی به خلقی دیگر تبدیل میشید تا خلق بشید و در حقیقت به این دنیا بیاید. از لحاظ علمی دقیقاً شما فرمودید که علم به این نجاسته که انسان، جنین انسان در سه پرده و سه قشا در داخل رحم مادرش قرار میگیره و مراحل تبدیل شدن او از همین تخمک و اسپرماتوزوئید که فرمودید تا به انسان کامل شکل‌های گوناگون میگه و دقیقاً عین کلام قرآن رو ما داریم در علم میبینیم. حالا که این مطالبی که الان ایشون اینجا مطرح کرده هیچ کدومش به فرمایش جناب عالی تفسیر علمی یا نمود علمی نداره. علمی به سرمون بخوره. تفسیر روایی هم نداره آخه. گاهی اوقات بحث علمی مطرح میشه، روایتی باش مطابق نیست، میگیم این بحث علمی نیست که روایت تایید میکنه، یا روایت درست نیست، دوار خارج نیست. درست. آخه این کدوم مطلبی از نظر روایت دارین تایید میکنه؟ عالم ذر و میثاق اون عالمی هست که خدای متعال از ما پیمان گرفت. و از اخذ ربک سوره اعراف، من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علا انفسهم الست بربکم قالوا بلا. این زیرش تا دلتون بخواد ما روایت داریم. خدا فرزندان آدم رو از پشت آدم به شکل ذره گرفتشون، بهشون هم این قدرت رو داد که کلام خدا و خطاب خدا رو بشنوند، بهشون هم این قدرت را داد که بتونن سخن هم بگویند. لذا وقتی که این پیمان رو گرفت که چی الست بربکم، همه گفتن قالو بلا. بله. حالا آمدن تو این دنیا داستانی درست رو که یادشون رفت این قضیه. این در مورد عالم ذره است که فرمودید هنوز جهان خلق نشده. هیچی نبود، این که ما در روایات میخونیم. بله. کو که گفته باشه آسمان زمین آخه. خود زمینه که اصلا جا این دنیا. خود زمینه که اصلا نظر خلق خیلی خیلی عقب بوده. خدای متعال توده اولیه خلق کرده، خدای متعال بعد به حرکت انداخته، خدای متعال از هم دیگه جدا کرده، منظومه ها درست کرده، یک دونه منظومه هم اوه موشه این هستی بیکرانه قرار گرفته، حرکت سری باشد ازش جدا بشن، خورشید در مرکز قرار گرفته، سیاره در اطراف بشن، این مراحل تکون جنین ما، زمین ما هست. بله. تازه این در آسمان این دنیا، این دنیا هم قرار داره، حالا نگفت آسمان هم از اقلا رد و گم بکنه. بله. این برای کسی که داره تحقیق میکنه خیلی خوبه. اطلاعاتشون چی؟ اطلاعاتی که میگید اینقدر اطلاعات علمیست و ایشون رفته و خلاصه این طرف اون طرف مناظرات با چیش رفته مناظره کرده؟ من به اندازه یک دهم یه نفر روحانی در سوند سواد دارم، خودم دارم میگم از نظر علمی هم و ما اوتی تو من علمی لا قلیلا، خب میگم اینا غلطه، اینا چی داری گفتی؟ درست. شما چطور رفتی با بزرگان مناظره کردی؟ با کدوم بزرگان؟ کدوم بزرگان با تو مناظره کردی؟ اسمشون رو بدید لاغر ما... با این حرفا خب اگر این نطفه روش کرد بعد از اینکه تری خود را به جایگاهش تی کرد و صورت جسمانی برای تلفیق نفس مهیا شد، چی معناش این چی؟ نطفه تنها اساسا روش نمی کنه، صورت هم پیدا نمی کنه، فقط می میره. این نطفه تنها هست، درست شد؟ نفس در آن صورت جسمانی، این میخواد یه مطلبی بگه، اونم بلد نیست بگه. ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طین، ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین، ثم خلقنا نطفه علقه فخلقنا علقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فکسون العظام لحما ثم انشأنا خلقا آخر. اونه در داخل رحم مادر صورت بندی جسمانی انسان در ماه چهارم تمام میشه. در ماه چهارم جنین یک انسان کامله، اون تو کوچیکه. درست. در اون هنگام خدا به اون لطیفه‌ای که قبلا خلق کرده از همون لطیفه هم پیمان گرفته، الست و برب بکن،
خب اون لطیفه فرما میده برو به این بدن ملحق بشو. اون اینو میخوای بگی آخه این که بابا اینجوری گفته نمیشه. این از ماه چهارم هستش که روح وارد بدن وارد نمیشه، تعلق پیدا کنه. بگیم اینجور بهتر بگیم. خب و با آن نطفه ای که از آن نازل شده متعلق میشه وارد خود. چی میگی؟ کدوم نازل شده؟ نطفه از کجا افتاده پایین؟ از آسمان چک ریخته پایین نطفه آخری شما رو به خدا اینا. خب دو مرتبه این قضیه این تیکرم خدمتتون بخونم تا این بحثی دیشب ما تموم شد. آیا در حالت قبلا که بخونید اینا احتمال داره یک ابعاد عرفانی مثلا داخل اینا رو داره جستجو میکنه، میخواد مثلا بگه خیلی بحث عرفانیه هر کسی متوجه نمیشه. داره ولی عرفانی شوالیش نشده. حالا ما میریم چیزش، حالا میریم سراغ حرفای عرفانیش هم میریم. بله همچه بهتون مجده میدیم که در این جهت هم بی نصیب نزاشته خلاصه. خب کتاب متشابهات جلد چهارم از احمد الحسن. این مقدمه همون سوال شما سیا کنید. چرا خدا خود را جواد واسع معرفی میکند؟ ازش سوال کردن. سوال 127. چرا خدا چی؟ خود را جواد واسع معرفی میکند. گوش بدین. چون متشابهات سوال کردن ایشون جواب داد. پاسخ جواد واسع کسی که وجود خود را میبخشد. یعنی چی وجود خودش مثلا؟ خدای مطلق وجود خودش به کی بخشیده؟ یعنی چی؟ یعنی تیکه تیکه جز جز شده وجود خدا من برای از اون چیه؟ یه بحثیست که ما در بحث توحید انشالله توحید در نظر این حضرات دارم میگم به. این بحث رو انشالله بازش میکنیم و شما خواهید دید که هدیه و تحفه این حضرات برای مردم مسلمانی که شیعه هستند با قرآن کریم آشنا هستند با روایات آشنا هستند و با ادعیه که از سوی ائمه خدا سلام الله علیه و اجمعین آمده آشنا هستند، شما خواهید دید که حرف اینا به درست مقابل اون هاست. نکنه میخوانم بحث وحدت وجود و وحدت وجود و موجود بله ایش عجب اینم شاید ایشی شبیه بو باشه. البته گفتم اینا جوری خودش گفته بعد خودش پیدا سوال کنه منظور چیشی بوده تازه اگه پیداش بکنیم. نه اگر اون منظورات رو بفهمیم اگه توضیح بده یه توضیح دوم باید بده برای چیز دیگه. ببین تا این مقدارش اگر وقت داریم که من شروع کنم بحث بعدی رو. خب فکر میکنم یکی دو دقیقه اگر دوستان در اتاق پخش میان برنامه رو آماده دارند که بله با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد انشاءالله میان برنامه رو اول ببینیم و بعدش انشاءالله به ادامه بحث شیرین امشب بپردازیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه ها با هم ببینیم. شکوه از یار همان به که بر یار بری عاشقان است که سر بیند و افشا نکند عشق آن آتش و دل خرمن افروخته است هر که دید آتش تو شوق به سینا نکند مهدی جان هر که دید آتش تو شوق به سینا نکند شکوه از یار همان به که بره عاشقان است که سر بیند و افشا نکند عشق آن آتش و دل خرمن افروخته است
هر که دید آتش تو شوق به سینا نکند. عشق آن آتش و دل خرمن افروخته است، هر که دید آتش تو شوق به سینا نکند. درد اگر درد بود منت درمان نکشد، دردمند تو نگاهی به مسیحا نکند. دردمند تو نگاهی به مسیحا نکنه. به تو سوگند که من از همه محتاجترم، هیچ کس چون من قارت زده پیدا نکنم. چه بخوانی چه برانی تو به زهرا سوگم، عاشقم نزد کسی سفره دل وا نکنم. با نگاه کرمت عقده گشاییم هنوز، همه حسرت زده کرب و بلاییم هنوز، همه حسرت زده کرب و بلاییم. بله، عرض سلام و مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. اولا و ثانیا اینکه تصاویر رو که می‌دیدیم تصاویری از مسجد مقدس جمکران هم در بین این تصاویر بود، حقیقتا اونجا هم صفایی داره، مخصوصا امشب شب جمعه. انشاءالله که خداوند تعجیل در فرج و ظهور مولا و سرورمون آقا امام زمان عنایت بفرمایند و چشم گناهکار ما به جمال بیمثال ایشون منور بشه انشاءالله. و برای اینکه انشاءالله این دعا هم مستجاب بشه و در درگاه خداوند مورد قبول قرار بگیره، یک دعای 100% مستجاب میکنیم. بعدش هرچند قبلش هم باید یک دعای مستجاب میکنیم که بین دو دعای مستجاب باشه، و اون دعا هم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم هستش. میفهمند که هر دعایی رو که میخواید به درگاه خدا ببرید و از خدا بخواید، بین دو دعای 100% مستجاب قرار بدید، احتمال اجابتش بیشتر هستش. انشاءالله که خداوند به ما روسیاهان هم نظری بندازه، و حتی نظر ما که تحت نظر و ظل ارادت ظل الطاف خداوند هستیم، ولیکن ما بنده ایم و خیلی بیشتر از اینها از خداوندمون انتظار داریم و خداوند هم کریمه. خب جناب آقای دکتر، نشستن و صحبت کردن با شما حقیقتا لذت بخشه. بالاخره مطالبی که میفرمایید مطالبی هستش که یک روزه یک ساعته به دستتون نیامده و کاملا مشخص هستش که مطالعات فراوانی در این زمینه داشتید، و حقیقتا جا داره تشکر بکنم از زحمات جناب عالی، و باز هم درخواست بکنم که با بیان شیواتون ان شاء الله ما رو مستفیض بفرمایید. اینو که بفرمایید در من نیست، والله خدا میدونه خودشون دیگه. خدا حفظتون کنه. قابل این تعریف ها و توجید اصلا نیستم. بعد از خود آقایون تشکر کرد که بالاخره کتاب ها رو منتشر کردن که در پرده نماندن. حالا ما اگر بخوایم تشکر دیگه جدی بکنیم حقیقتا از این آقایون، بیان و واقعا توی این مناظره شرکت بکنن، توی این برنامه که الان به صورت زنده داره پخش میشه بیان، خجالت نکشن، در حقیقت اون جرأت خودشون رو نشون بدن، تماس بگیرن و انشالله حداقل به اندازه یکی دو تا سوال بیان و مسئله رو باز بکنن، سوالاتی که داریم اینجا رو جواب بدن تا همه چیز برای همه مشخص و واضح بشه. ترس هم نداره، بالاخره حق و حقیقت یک چیز هستش، دو چیز نیستش. بالاخره یا شما قبول میکنید صحبتایی رو که اینجا انجام میشه، یا ما قبول میکنیم. آقای دکتر که گفتن دیگه، بالاخره اگر شما میخواد کسی رو به زعم خودتون هدایت بکنید، الان آقای دکتر حاضر هستن اینجا و مایلند که هدایت هم بشن. بله خب آید دکتر بفهم ارز کنم حضورتون که بلا مقدمه بخونیم باز بفهم. من از اهل انجیل به آن آگاه ترم و از اهل تورات به آن آگاه ترم. این فرمایش احمد الحسن است در کتاب
وسیع و فرستاده امام مهدی در کتاب‌های تورات، انجیل و قرآن. اسم کتاب اصلا اینه، صفحه 16 هم هست، نوشته خودشون هم هستش دیگه. و بعد این تیکه هم خدمتتون بخونیم به عنوان تکمیل کننده قسمت بالا. و جواب در کتاب انجیل و تورات و یا عهد جدید و عهد قدیم موجود است. همین کلمه دلالت بر بیسوادی مطلق ایشون داره، یعنی هیچ بحث هم نداره اینجا. چطور؟ عرض میکنم حضور شما که خب اون که یه به اصطلاح ادعایی که به طور معمول ایشون از این ادعا زیاد کرده بود، از کسانی که انجیل میدونن به انجیل آگاه تر هستن، از اونایی که تورات میدونن به تورات آگاه تر هستن. خیلی خوب، ما سوال میکنیم این که عنوان فرمودید انجیل و تورات یا عهد جدید و عهد قدیم، این چه معنا میده؟ یعنی انجیل مرادف است با عهد جدید و تورات مرادف است با عهد قدیم؟ اشتباه به این گندگی زحمت نکشی، دقیقا کتاب مقدس حضرات رو باز کنی بگوی بیری مطلب همینجوره. اشتباه به این گندگی، و از اهل تورات به تورات آگاه تر و از اهل انجیل به انجیل آگاه تر. چه حرفی زنی شما؟ برای که یاد بگیره و انشاءالله بعد از این دیگه از این خلاصه سوتیا به قول ما نده، برایش توضیح میدهم. ما یک کتاب داریم، این هم کتاب مقدس که البته برعکس نهان نام زنگی کافور، یعنی هرچی نامقدس هست تو همون کتاب مقدس ذکر شده متاسفانه به خاطر تحریفاتی این کتاب مقدس 1340 صفحه داره. یک 400 مثلا 20 و چند صفحه داره، دو جلد هستش، یعنی دو تا قسمت اصلا کاملا دو قسمت مجزا هست هم دیگه. البته با اون رو الان همرام ندارم، اگر نشون میدادم بهتون. این 1340 خورده صفحه رو بهش میگن عهد عتیق یا عهد قدیم. درست بود. اون 400 خورده رو بهش میگن چی؟ بهش میگن که عهد جدید. این انجیل هستش؟ نه، هم خواستیم همین رو بگیم که اشتباهشون کرده آخه دیگه. بعد شما میگید انجیل یعنی در این کتاب عهد جدید غیر از انجیل چیزی موجود نیست، در اینجوری نیست بازم. وقتی میگید تورات یعنی در عهد عتیق یا قدیم غیر از توراتی چی موجود نیست، خب اینجوری هم نیست بازم. مطلب به این ترتیبه. کتاب عهد عتیق از 39 کتاب تشکیل شده. عجب. آره. پنج قسمت اولش. بله. بهش میگن اسفار خمسه. درست. یعنی سفر پیدایش، سفر خروج، سفر لاویان، سفر اعداد و سفر تثنیه. تثنیه، بله. این پنج تا از 39 تا توراته. فقط این اسفار، یعنی کتابی که متعلق به حضرت موسی علیه السلام. درست. گوینده این پنج سفر حضرت موسی است، بقیه‌اش دیگه تورات نیست. تورات نیست. خود یهودی‌ها و مسیحی‌ها هم به همین اعتقاد دارن. بله قطعا و یقینا. اصلا نمیخواد هم معتقد باشن. شما وقتی بازش میکنی میگه ای بابا حضرت موسی نیست اون تو. یعنی عذر میخوام، یعنی منظورم این که اعتقاد دارن، یعنی اونها هم به همین اسم مثلا این رو تورات میگن. بله بله بله، پنج سفر رو میگن توراته. اگرم نباشن اونها هم اشتباه کردن. به خاطر اینکه شما نگاه کنید تو این کتاب سفر یوشع ابن نون اومده. امثال سلیمان آمده، کتاب نحمیال نبی آمده، کتاب دانیال نبی اومده، مزامیر داوود آمده، خب معلوم مال موسی نیست. تورات به تمام گفتارهایی گفته می شود که مال خود حضرت موسی علیه السلام بود. بیشتر از 5 تا هم نیست. کتاب خیلی هم تحریف شده. حالا این بی‌معنی است. اون چی؟ اون یه بحث دیگری است. تحریف شده بعدن میگیم براتون. درست. یعنی اینطور تداعی نشه که خب الان عضو این 5 سفری که شما فرمودید کلام حضرت موسی هست دست نخورده نموده، خیالمون راحت میشه. اصلا هیچ کتاب آسمانی دست نخورده ما نداریم غیر قرآن. غیر از قرآن کریم. بله. و این پنج سفر مجموعاً میشن تورات، اسفار خمسه توراتی هم میشه میگن اصلا مرسوم. بیان سراغ اون قسمت عهد جدید. بعد که 400 خود اونجا هم 27 کتابه. از این 27 کتاب 4 تاش به نام انجیل معروفند. بقیه یعنی 23 تا کتاب دیگه متعلق به دیگرانن، اصلا مال عیسی مسیح نیست. یعنی شما مثلا فرض کنید اعمال رسولان دارید، مثلا دارم میگم، مثلا دارم میگم یه آدم به نام پولس در مسیحیت پیدا شد که یهودی بود. بله. این
مسیحیت رو از بالا کوبید قشنگ پایین داغونش کرد این آدم. این آدم حدود 14 تا رساله تو این کتاب عهد جدید داره. مال پولسه. رابطی به عیسی مسیح نداره. چون انجیل یعنی کتابی که متعلق به حضرت عیسی مسیح باشه. مال اون نیست اصلا. و به همین ترتیب مکاشفه یوحنا مثلا ما داریم. نظیر اینا رو داریم دیگه. 23 تا کتاب اصلا اینا انجیل نیستن. این مجموعه عهد جدید ساختن. و شایسته است بگیم عهد جدید یعنی تو یعنی انجیل. و تازه از همینه گذشته. این مطلب قابل توجهه که 4 نفر که میگن شاگردان عیسی مسیح بودن. بله. حالا ما میگیم بودن. اینا 4 جور انجیل نوشتن. مال خود عیسی مسیح مثلا این انجیل نیست اندازه. خیلی جالبه. چون قرار شد انجیل کلام عیسی مسیح باشه. حالا که کلام خود ایشون نیست. متا، مرقس، لوقا و یوحنا. اینا خود اینا هم انجیل نیستن به این ترتیب دیگه. بله. توجه فرمودید. این دستگل اولی و دومی که ایشون به آب داده دیگه. ابتدای بی بسم الله به قول معروف. دستگل دوم اینه. شما که میگی من از اهل انجیل به انجیل آگاه دارم، به کدوم انجیل آگاهی؟ ببینید اینجا مشکلیه. به کدوم انجیل آگاهی شما؟ امام رضا علیه السلام با جاثلیق نصرانی بحث میکنه، وقتی میخواد براش دلیل بیاره میفرماد انجیل یوحنای دیلمی، یعنی که از 4 تا انجیلو اونجا آمده مثلا راجع به پیغمبر اسلام بشارت داده شد. شما که میگی من از اهل انجیل به انجیل آگاه ترم، مرادت کدوم انجیله؟ انجیل اصل حضرت عیسی مسیحه که اصلا موجود نیست، کو؟ انجیل فعلی هست. چی رو میخوای بگی شما؟ و کدوم انجیل شما بیشتر چیز داری؟ یعنی به کل کتاب عهد جدید شما تسلط داری؟ بعید میدونم شما تو یه دونه انجیل هم بلد باشی. یا از اهل تورات هم این داستان هست. کدوم تورات؟ الان ما 3 تورات داریم. سبعینی، عبرانی، یونانی. و هم اختلاف هم دارن. به کدوم آگاهی شما؟ می‌بینید چطور کلی‌گوییه؟ کسی هم دنبالی حرفا که نمیره که. چون بالاخره یک شیعه بگه من اطلاعات حال این میگه باشه قبول میکنم مثلا ها کسی که بخواد خیلی شیفته صحبت هایشون بشه اصلا دارم. باید این اصلا بیخ کنار این حرفا رو. من اصلا قربون تو برم و قربون مواد برم و قربون چشم از بیریز کنار اینا رو. این بحث دین یعنی سرمایه زندگی انسان. میخوای باش بری اون طرف همین سوالات اونجا شما بکنن. چه میخوای جواب بدی؟ رفتی به ایشون دل دادی؟ به چه مناسبت دل دادی تو؟ الله واسه ما بگو اینو. خب باز بریم. شما اول صحبتت در خور حضرت ابا عبدالله علیه السلام به حق رفتی. خیلی هم جالب بود. حالا ما ببینید سخن ما به اینجا رسیده. بله. کتاب متشابهات جلد 4 صفحات 8 و 9 مولا آقای احمد الحسن خودشه. بدان مصیبت امام حسین علیه السلام مصائب زیادی را از دوش شما برداشت. خوب گوش بدید به این مطلب. امام حسین علیه السلام خون شما را با خون مقدس و شریفش فدا کرده. میخواد ابا حسین واسه من معرفی کنه ایشون؟ کی گفته که ابا حسین خونشو فدای خون من کرده؟ کی گفته همچین؟ به خودش گفته؟ اینکه دقیقا صحبت مسیحیاست در مورد حضرت مسیح. میگن که ایشون فدا شد، قربانی شد، کشته شد تا گناهان ما رو تمام شد و رفت. کی امام حسین هم شرفی زد آخه؟ چرا به امام دروغ داری میبندی؟ انی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اسیر به سیرت جدی و ابی ارید و ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر. کی گفت میخوام خودم فدای شما بکنم؟ خب ما کی هستیم که او ما رو خودش فدای ما بکنه؟ خدای متعال و این کار همینجوری انجام میده. این وجود و موجود اشرف بلند مرتبه خودش رو فدای من اخص ریز بکنه. آخه چه چیزیه آخه؟ مثل این که چی؟ ما بیا خودم فدای گوسفند بکنیم. بابا تو اگه گوسفند چی هستی؟ اشرف هستی؟ بله بله. این داستان
به شما گفتم ما رگه های از مسیحیت در حرفایشو میبینیم همینجاست. اصلا اساس مسیحیت سه تا بحث بیشتر نداره. به. یکی بحث تثلیثه که توش خودشون گیج شدن، هر چی خواستن یه جور وسله پینه کنن این بحثو، که بالاخره یه جوری آخرش خدا یکیه یا سه تا؟ سه تا هست، یکیه، اون یکی چه جوریه، شکلای مختلف پیدا میکنه، اون البته بحثش خیلی مفصله. یه بحث اینه، اینقدر هم در این باره کتاب نوشتن، در مونده شدن در مورد این قضیه که بالاخره مسئله تثلیث تو حلش بکنه. یه بحث این حالا که شما اشاره کردی ولی من بازش میکنم، بلکه به حیثیت امام حسین علاقه مندم آخه اینجور لکه‌دار نشه. اینا میگن خدای متعال هر پیغمبری فرستاد، مردم این پیغمبر رو به حرفش گوش نکرده، تصمیم گرفت خودش بیاد. خب این خودش نه در قالبی که بوده بیاد، در قالب بشر که انسان ها باش بتونن انس بگیرن. این کلام یوحناست، مسیحی ها هستش. توجه کردی؟ بتونن مردم باش انس بگیرن. خیلی خوب. خب برای چی اومد؟ برای هدایت اومد. علی این مردم خلاص خلوچل حق ناشناسه به قول شما خلوچل به حرف این خود خدا هم گوش ندادن. خدا نشست فکر کرد به خود بالاخره چی کار باید بکنه تا اینکه اینا والله العلی العظیم مدام هم طول میمونه باید تناور خدا. آخه این چی میره به این حرفا اعتقاد پیدا کنه؟ خود حرفا در مزان هزار جور اتهام عرض کنم حضور شما که اشکال و ایراده، و حضرت ایشون تشریف آوردن که چیکار کنن؟ علیه ما رو به طرف این قضیه ببرن، علیه امام حسین رو بیارن در این حد قرار بدن. این چه خیانتیه؟ پناه بر خب خودش آمد به شکل عیسی مسیح اومد که بیاد در بین مردم، بالاخره چیکار باید بکنه؟ کاری که باید انجام بده اینه، باید قبول کنه بالای دار بره. این خدا ها، خدا بر خدای توانمند قدرتمند موجود بدبخت میشه استجابه داره بالای دار. وقتی بالای دار رفت، به صلیب رفت، گناهان تمام کسانی که به عیسی مسیح، یعنی همون خدایی که به شکل بشر بوده، ایمان آوردن آمرزیده بشه. این کل ماجرای فدا هست در مسیحیت، ستون فقرات مسیحیته. یکی از جایگاه‌هایی که دام شیطانه همینجاست. طلاق خدا بله. یعنی چی؟ یعنی شما هر غلطی می‌خوای بکنی بکن، از زندگی لذت ببر، هر جور می‌تونی، مشکل نداره. قبول به عیسی مسیح ایمان داره. چرا؟ چون عیسی مسیح قبلاً فدیه گناهان شما رو پرداخت کرده. یا به عبارت دیگه میشه گفتش که اومده، عذر می‌خوام فرمان شما رو قطع می‌کنم، اومد و دید که در حقیقت ناامید شد از هدایت اینا، خوش اینا که هدایت پذیر نیستن، لاقل خودم رو فدا بکنم، گناهان اینا رو جلو من ببخشم که حالا اینا لاقل این جهت تربیتی چی میشه؟ آقا من نمیدونم. شما تو قرآن مقدس نگاه میکنید، کل نفس به ما کسبت رهینه، بله، کل امرء به ما کسب رهین. آخ چه آیاتیه؟ لا تزر و وازرتون وزر اخرى. اینا رو قرآن مقدس میگه. این عدالت هستش. اون وقت بیان چیکار کنن؟ بیان اونجا بگن عیسی مسیح که خود خدا بوده آمده، بالای دار کشیدنش به خاطر اینکه چی بشه؟ گناهان خودشم راضی شده به این قضیه. گناهان همه مسیحیانی که به عیسی مسیح ایمان آوردن به عنوان خدا آمرزیده بشه. شما رو به حضرت عباس قسم، به شرفتون قسم، آخه این آدم ساز، این تز چه معنا داره که انسان گناه نکنه؟ خب برو بکن دیگه، همه چی برات فراهمه. شاید به همین علت شما در کشور خود آمریکا که مسیحی حسابی هم هست، شما فقط 3 میلیون نفر هموسکسوال دارید. حتما این فکر رو کردن دیگه، هر گناهی بخوای بکنی بکن، حتی تجاوز به همجنست، اونم رسمی. توجه کردی؟ برای چی؟ برای که قبلا عیسی مسیح اینا همه رو درست کرد، برابر همه رو درست کرد. آخه این حرفه، حالا من این حرفو بردارم اونجا بیارم. بدان مصیبت امام حسین علیه السلام، مصیبتی کشید،
مصائب زیادی را از دوش شما برداشت. چی بود؟ امام حسین علیه السلام خون شما را با خون مقدس و شریفش فدا کرده. اینا کجا گرفته شد این حرفا؟ دقیقا این کلام مسیحیت هستش. شما ادعا دین علم بسیطه از اینجا رفتی گرفتی؟ مطمئنم از ارتباطاتی باید داشته باشه الان اصول دیگه با مسیحیت که هر بار گرفتی زده. کی در اسلام همچه حرفی داریم؟ ابدا. کی امام حسین این کار کرده به خاطر که روحش من بیا مرزه؟ خونشو فدای من کرد. آخه کی همچه حرفایی میزنه خلاصه؟ خب بریم باز. کتاب فتنه گوساله جلد یک از احمد الحسن باز هم. عیسی علیه السلام برانگیخته شد و دینش تنها دین موسی علیه السلام را نسخ نمود. تنها دین موسی را نسخش کرده. این کتابی که دست منه، کتاب شما ببین تمام سر تا سر این کتاب، تمام سر تا سر این کتاب اینو بررسی کنید و ببینید که آیا حضرت عیسی مسیح علیه السلام در کجای این کتاب، در کجای این کتاب نشونش بدن. فقط به من بگن کجاست، کدوم انجیل هست، توجه کدوم فرمودید. کتاب هست؟ همین کتاب عهد جدید. عهد جدید هست. بله، این اتفاقا عهد جدیدی هست. این من خود کلیسا گرفتم. خلاصه این مطلب رو حضرت عیسی مسیح در کجا عنوان کرده، در کدوم مطلبی، در کدوم جایی حضرت عیسی مسیح علیه السلام که اومده گفته دین حضرت موسی را نسخ کرد، کجا گفته؟ اینجا مطلبش این انجیل فعلی اون هم گفته حضرت موسی علیه السلام، کجا گفته؟ اینجا مطلب صریح گفتار حضرت عیسی مسیح اینه: نیامدم تا تورات یا صحف انبیا را نسخ کنم، بلکه تا با تمام بکنم، و هر کس کمترین حکم تورات رو بشنود در ملکوت خدا کمترین شمرده شود. این عین عبارت از کتاب است در انجیل متی. چون نسخش کرده این اطلاعات بسیار بسیار بالایی که عنوان شده که ایشون خلاصه رفتن الحمدلله دنیا رو پر کرد از این اطلاعات علمی خودش میشه اینا. باز بخونیم براتون. در صفحه 29 از اصحاح 11 هم از جهاد یوشع تعریف میکند، یوشع ابن نون. کتاب جهاد درب بهشت است از احمد الحسن باسم، صفحه 29 که جهادگر بوده، جهادگر بوده. من عهد عتیقش هم نیستش، شما به صحیفه یوشع ابن نون مراجعه کنید، اونجا یک و دو داره. ببینید این آدمی یوشع ابن نونی که داره اون کتاب معرفیش میکنه، عرض میکنم برای بله. این آدم جهانگشا بوده، کشورگشا بوده، یه جاهایی رفته گرفته. من براتون بخونم صحیفه یوشع باب 7 و باب 10، این مطلب تو اونجا آمده از کتاب چی؟ عهد عتیق. شهرهای اریها، مقیده، لینه، لاخیش، اجلون، حبرون و دبیر رو فتح کرده. حالا یه چی؟ ناز شستش که فتح کرده. چگونه با ساکنان این شهرها و خود این شهرها رفتار کرد؟ وقتی اریها رو گرفتن، یکی از این شهرها، هر آنچه در شهر بود از مرد و زن و جوان و پیر حتی گاو و گوسفند و الاغ را به دم شمشیر هلاک کردند. این جهاد آقای یوشع طبق گفته چی؟ کتاب عهد عتیق. این جهاد تعریف کرده، این جهاد اسمش که خونخاری، خونریزی و شهر را با آنچه در آن بود به آتش سوزانیدند. با آنچه در آن بود دیگه، حالا دو همین امر رو با تمام شهرهایی که نام بردیم ایشون انجام دادن. حالا شما چیکار کنید؟ بگید که ایشون جهادگر بوده. این جهاد چطور جهادیه؟ لذا صحیح‌تر این است، جهاد داعشیه. داعشیه. لذا صحیح این است که بگوییم ایشون نسبت به کتاب هایی که ادعا میکنه کمترین اطلاعی رو نداره.
حالا این دوتا نمونه شد نمونه میشه تا دلتون بخواد نمونه بده. آره تو چه نیازی هستش که ایشون حالا بیاد وقتی جایی که اطلاع نداری یه همچه مطالبی رو مطرح بکنه که بعدا بر علیه خودش دستگاه میسنه؟ خب میدونه مردم چطوری هستن؟ جوده ها رو وجب کرد دیگه، دنبال حرفا نمیره، دنبال تحقیقش بره، میگه من علم دارم دیگه، از همه جورم حرف میزنم دیگه. شما گاهی اوقات بالا دیدیم بعضی مثلا بالا منبر میرن دیگه به. از همه چی صحبت میکنن، حالا که همه چیز را همگان دانند و همگان هنوز از مادر نزاده زاده نشدن. به برای چیه؟ بعضی رو دارم عرض میکنم اینجوریه، اینا که نشتن برای میگن آقا نمیدونی آقا چه آقایی با دعوتش میکنن بهش پول میدن از این اینا دیگه، از تورات میگه، انجیل میگه، نمیدونم زبور میگه، اوستا میگه، نمیدونی شعر مولوی میخونه، نمیدونی فلسفی ابن سینا رو مثلا دارم میگه، همه چیز سرش در میره، ولی واقعش نمیشه کسی از همه چیز سرش در بره. این آدم به نظر من بخواد به خاطر جمع کردن مردمه، جمع کردن مردم هم مقدمه است برای یک مطلب نهایی تر. تو باید فعلا تو سقوف شیعه این شکاف رو انداختی، یه دی شدن ها یمانی، یه دمال شیعه که بودن بود شیعه قدیمی، البته همونطور موندن عمال رقب موندن دیگه، اتن دیگه توجه کردید؟ خب این کاری که مخواد بشه خب شده دیگه به. اون کسی که طراح این نقشه هست او همین رو میخواد. شاید بارها من خدمت شما گفته باشم، برای بینندگان هم عرض کردم، دنیا از قدرت شیعه میترسه. دقیقا همطور. اگر نمیترسید برنامه اربعین حسینی رو منعکسش میکرد. بله میترسه. این جمعیت دیگه مثل سیلن تماما پوشش رسانه‌ای میدادن که متاسفانه میبینیم شبکه های ماهواره‌ای که حالا غیر مسلمان هستن اصلا و بدا توجه به این قضیه دستور هم داشتن، همش تحت نفوذ صهیونیسمه. حالا که کمترین اتفاقی مثلا جایی میفته سریعا همه پوشش میدن، همه در مورد صحبت میکنن، حالا که این حرکت یک حرکت بی‌نظیر در طول تاریخ بشریه. بله واقعا طول تاریخ بشریه، ولی مردم بالاخره فهمیدن. اون کس در دنیا با قبل من فهمیده، امام حسین همه جا رفته، هیچ کاری نمیتونن بکنن، هیچ کاری در برابر عظمت این بزرگوار. منظورم این تیکه از خب اونا از شیعه میترسن، این قدرت عظیم، و اگر قرار بود که برنامه اربعین حسینی تمام روزهای سال بود چی میشد اون وقت؟ فکر کن این قدرت همه قدرت ها رو زیر پا له میکرد. بله توجه کردید؟ تاراش هم البته خیلی خوبه، له میکرد. خب وقتی از شیعه خوششون نمیاد و اینجور حراس دارن و میترسن، باید شیعه رو منکوب کرد، مخزول کرد، تیکه تیکه و قطعه قطعه کرد، شقش بکنید. خب یکی هم همین داستانه دیگه. الان تفکرات اینجوری اونم چی به نام امام زمان؟ آقا خیلی جالبه، استغفر الله. بابا از اولش میگه ما برنامه‌مون همچه برنامه‌ایه، ما می‌خوایم چیکار بکنیم، ولی خودمون می‌خوایم پستی، مقامی، مرتبتی، منزلتی که همه رو براتون گفتیم پست داشتم. 50 تا بیشتر پست داره ایشون. هنوزم مشخص است که دقیقاً ایشون به قول شما کی هست، چی هست، چیکار هست، چیکار هست آخه اگر هست همچین چیزی. و این داستان به خاطر این جهته، از اول بگه من به خاطر این مطلب اومدم و برنامه‌م هم همینه. خیلی خوب. یه عده ممکنه من سراغش برای خیر فرق نمی‌کنه. گروه این گروه هم پسندن دیگه. متاع کفر و دین بی مشتری نیست دیگه. این از اول نمیگن. میان تو قالب معتقدات و مقدسات مردم. اینجاست که این بازی ها درست میشه اون وقت. تو آدم به اصطلاح یه مقدار به رگش برخورد میکنه. بله. حالا هم به تو میگه بلند شون میشین حرف بزنین، چیزی نیست که، ما اینا رو گفتیم. یا اینا درسته، دست از رویتون برداری، یا درست نیست، ما رو هوشیار کن که ما دیگه نگیم اینا رو دقیقا، که ما هم دقیقا منتظر هستیم که اینا بیان و داخل این برنامه یک حضور، یک مطلبی از خودشون نشون بدن. بالاخره ما منتظریم و همچنان هم انتظار میکشیم تا زمانی که در خدمت آقای دکتر هستیم. این در باز هستش، این تلفن های این شبکه باز هستش، برای شما تماس بگیرید و اعلام بکنید، وجود خودتون رو اعلام و وجود بکنید. آیا تو یه مقدار راجع به اون، حالا ما تقریبا 4 دقیقه بیشتر تا پایان برنامه فرصت نداریم، راجع به افرادی که اومدن و به این آقا گرویدند، میخوام اگر اطلاعاتی دارید بفرمایید که ما بدونیم چه جور آدمایی اومدن به ایشون گرویدن. اون از همه کس اومدن، از همه استاف اومدن. وجه مشترک اینا چی بوده آقای دکتر؟ که امام زمان دوست داشتن، که نکنه در مورد امام زمان کوتاه بیه. خب امام زمان دوست داشتم، قبولی.
از بحث اطلاعات، از بحث دانش که بالاخره اون حالا برو بالا دانش دینی هیچی. آها هیچی. تو اینا البته هستن افرادی در لباس متاسفانه روحانیت هم هستن. خب اونا چجوری؟ این آقای ناظم اوغلی، این همون تو همون عرض کنم که سلسله‌ای قرار گرفته که خود آقا احمد الحسن قرار گرفت. یعنی اینا از لحاظ دانش دینی به اون مرتبه و مقامی نبودن که بتونن سره رو از ناصره و از تو صحبت ایشون ببرن. یقین دارم که میتونستن. کسی که سراغ حدیث میره، حدیث رو زیر رو میکنه، این ور میکنه، حدیث رو این وریش میکنه، معلومه که این تبعات این کارا داره دیگه. درست. نه اینا برنامه است. اونا برنامه است. ولی افراد ساده لوحی هستن. افراد ساده، درسته. که این ساده لوحا چیکار میکنن؟ به خاطر دینشون رفتن، به خاطر امام زمان رفتن. باشون که صحبت میکردیم، زیاد من صحبت کردم. گفتم ترسیم امام زمانمون تنها بمانه، خب یاورشه، خب اینجوری میگن. یعنی در برابر این تو کوتاه بیای، در برابر امام زمان کوتاه آمدی. باید اینو یاریش کنی. هست این هم کتاب، این هم کتاب، این هم حدیث در موردش هست. این بندگان خدا رو به این ترتیب میبرنشون. بابا نه اینجوری نیست. چه مناظره صحبتی هم داشتید یا با من برخوردی هم داشتید با بعضی از این فراوان؟ من کم برخورد نداشتم، کم برخورد نداشتم. اگر میتوانستیم اینها رو حاضر برای بحث کنیم، من زیاد برخورد داشتم. درست. تازه با اینکه نمی آمدم ولی فراوان داشتم. بل. ولی علل اصول اگه همشون بودن که خیلی میشدن. یعنی کار به جای میکشی، با کسی بحث میکردیم. بله. او به اصطلاح به قول برو کم می آورد. میگم اینا مثلا جلسه بعدی فلان رو میارم. او اما با سواد. با سواد تر. دیگه جلسه بعدی رو شما اگه دیدیم دیدیم. نه خودش میمد نه اون طرفی که حتی مورد طعنه هم قرار میگیره که چرا اصلا رفتی بحث کردی؟ چرا فلانی شو بحث کردی؟ نه اصلا رفتی بحث کردی. تو باید بحث کنی تو. این درویشا که در حقیقت اینا برای اینکه اون تفکرات خودشون رو هم ثابت نگه دارن و دچار خدشه نشه، به طرفدارانشون میگن که آقا بحث نکنید، جایی وارد مناقشه و مناظره نشید. مثلا کسی شناخته شده باشه او دیگه حتما. آها. اسم بنده حتما در جمله افرادی که خلاصه ممنوع است و همچنین نباید سراغش برین و باش نباید حرف بزنین، مطمئنن الان آمده، یعنی شک ندارم. پس شاید یکی از دلایلی که الان وارد بحث نمیشن توی این برنامه ما شاید یکی شاید این فقط ترسه. هیچ کاری با تون نداریم، ما دلسوز شما هستم. انشالله انشالله واقعا دلسوزتون هستم، نمیخوام بی خودی بریم به جهنم وارد بشیم. خدا عاقبت همون رو بخیر کنه. خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر، بزرگ کردید. خب بینندگان عزیز ارجمند، هر کجا که هستید در پناه حق، موفق و پیروز و سربلند باشید. خدا یار و نگهدارت. آیتور خیلی ممنون و متشکرم. به تو ای حسین جان از دل کشد زبونه، مرغ دلم به سویت پر میزنه شبون، پر میزنه شبونه. مولای من حسین جان، آقای من حسین جان، مولای من حسین جان.